خب سلام، من مهشید ندیری هستم و این یکی دیگه از برنامه های بالا ویزیون از مجموعه حقوق بشره. همجور که اطلاع دارید، یک سال از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال شبکه های اجتماعی میگذره و هنوز پرونده قضاییش به هیچ نتیجه نرسیده. دادگاهی که قرار بود روز 5 آبان برگزار بشه، به گفته وکیل این پرونده خانم گیتی پورفاضل، به دلیل اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان گفتن تشکیل نشده. اما اون چیزی که مشخصه تا اینجا بر اساس همه گزارش هایی که از طرف مراجع قانونی مختلف، حتی از طرف پزشکی قانونی منتشر شده، ستار بهشتی در طول زمان بازداشتش بارها مورد شکنجه قرار گرفته. مراسم دیروز بود که ظاهرا این مراسم برگزار شده، مراسم بوده که بی سر صدا برگزار شده، با توجه به اینکه خب قبلا هم موردهایی بوده، مخصوصا در مراسم 40 ستار میدونیم که درگیری های پیش اومد و مشکلاتی ایجاد شد برای خانواده ستار بهشتی، اما این بار ظاهرا برگزار شده، مشکل خاصی هم پیش نیومده. اما خود خانواده ستار بهشتی به خاطر اینکه برای مهموناشون مشکلی پیش نیاد، چون من باشون صحبت میکردم، ظاهرا خودشون نخواستم که به صدا خیلی شلوغ بشه و ازشون هم خواسته بودم که بی سر و صدا انجام بشه. من علاوه دارم یک تعریف جهانی از شکنجه رو ابتدا در اینجا برای همه بخونم، حالا غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون ما یک کنوانسیون به نام منع شکنجه داریم که متاسفانه دولت ایران که اینقدر ادعا میکنه که اساساً شکنجه در کارش نیست، تا حالا از ملحق شدن به کنوانسیون منع شکنجه به شدت خودداری کرده. تعریفی که از شکنجه در این کنوانسیون آمده، من عیناً از روش میخونم. به موجب ماده 1 کنوانسیون علیه شکنجه، شکنجه عبارت است از هر عملی که به وسیله آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، عمدن به شخصی وارد شود برای مقاصدی چون گرفتن اطلاعات یا اقرار از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که او با شخص ثالث مظنون ارتکاب آن است، حتی اگر چنین درد رنجی به وسیله مأموران عمومی یا سایر اشخاصی که در یک سمت رسمی عمل می کنند، یا به تحریک آنها یا با رضایت یا موافقت آنها تحمیل شود. پس بنابراین می بینیم که در این تعریف جهانی هم آزار و اذیت جسمی آمده و هم آزار و اذیت روحی. من عذرخواهی میکنم اینجا اگه اجازه بدید، چون ارتباطمون با خانواده ستار بهشتی برقرار شده، ما الان با مادر ستار بهشتی خانم گوهر عشقی صحبت میکنیم. خانم بهشتی سلام، خوش آمدید به برنامه بالا ویزیون. سلام، خسته نباشین، دستتون بخیر. سلامت باشید، خیلی ممنون که قبول کردین توی این برنامه شرکت بکنید. خانم عشقی، من صحبت میکردم و من به هر حال به رسمی که همیشه وجود داره بین ما ایرانی ها وقتی تماس میگیریم با کسانی که عزیزشون از دست دادن، به هر حال تسلیت میگیم. من تسلیتی که گفتم، جوابی که شنیدم این بود که من باید تبریک بگم. واقعا خب این خیلی سخته به خاطر اتفاقاتی که افتاده و هنوز به پرونده رسیدگی نشده، هنوز هیچی مشخص نیست با توجه به شکنجه هایی که ستار متحمل شده و نوع مرگی که داشته. سخته که نخواهیم تسلیت بگیم واقعا. خیلی ازتون ممنون. شکر. ستار من قهرمان بود. ستار من خیلی مهربان و خوب بودن. زیر شکنجه ستار من کشته شد. بیگناه. یک مادری بود پیر و پرستارش بود. از مادرشون مواظبت میکردن. از مادرشون پرستاری میکردن.
این طرفدار من بردن دیوانا کشه. بله خانم بهشتی، ما به هر حال توی خبرهایی که بود در مورد مراسم دیروز، مراسمی که برگزار شد برای سالگرد ستار، شما خودتون برای ما یکم بگید که این مراسم چجوری برگزار شد، شما راضی بودید از برگزاری این مراسم یا نه؟ من خودشون اومدن خونه از اطلاعات اومدن خونه، پلیس از پلیس فتر آمدن خونه، ما گفتن مراسم تون چی دیگه بودیم، مراسم خونه میگیریم بعدا میریم سر مزار. اما مثال یه خورده فضا بازتر بود به خاطر مهمونام، ما به خود چیز کردیم بودیم به خاطر احترام مهمونامون، خود فضا بهتر بود به نظر من این سال. بعض سال چلمشون بودن. بله خانم بهشتی، قرار بود که 5 آبان دادگاه رسیدگی به پرونده ستار بهشتی تشکیل بشه. این دادگاه خب تشکیل نشد. شما برای ما بگید که اون چیزی که شما خبر دارید دلیلش چی بود؟ البته وکیل ستار توضیحاتی در این زمینه داده بودن و منتشر شده بود، اما از زبان خود شما بشنوید. من این صدای شما درست ندارم، مخصص ما نفهمیدم، ببخشید. دوباره تکرار کنید. در مورد لغو دادگاه ستار بهشتی، دادگاهی که قرار بود 5 آبان برگزار بشه برامون بگید. بله 5 آبان برای ما اختیاریه اومد، یکی برای من، یکی برای پیلشون، یکی هم برای خانم پورفازر. نیمیم که دویش خانم پورفازه میشتی اعتراض نداشتن که ستار میره شکنجه کشته شده. من که دفعه رفتیم سلا آدری واجه کنندر اووردن با خانم پورفازه بود، از واجه کنندرشون پرسیدم آیا ستار من شکنجه چی میگفت؟ اعتماد کرد اومدن خون ستار میخندید و من زدمش تا وقت کشته شد. بله یعنی اون اعتراف کردن در همونجا که این اتفاق افتاده بود دیگه، درسته؟ بله. آقای شهریاری هم که قاضی پرونده بودن اونجا بودن جلو، ایشون گفتن آقای شهریاری گفتن ستار زیر شکنجه کشته شده. بعدن بر میگردن حرفشون رو بر میگردونن، میگن قتل شبهن بوده. وقتی خود بازجو کننده اعتراض میکنه پیش قاضی و وکیل من، چرا بر میگردن میگن قتل بوده؟ خانم بهشتی، شما تا حالا برای اینکه این پرونده به یه جایی برسه، شما اینایی که الان گفتین اعتراف هم کرده اون کسی که شکنجه داده ستار رو، با توجه به همه اینها چه کارهای دیگه ای انجام دادین؟ من به رهبر پیام دادم، نامه دادم برای آقای نوری برای دفتر رهبر، هیچ جوابی به من ندادن. برای سرویس و سازمان ملل حقوق بشر با همه صحبت کردم، همه راه رفتم، هیچ جواب بود. یک مادر پیری، یک مادر مریض که توی خونه چلمچی تنهاست، هیچ جواب من نداده، یک جواب قانع کننده به من ندادن. بهشتی، شما به دفتر آقای خامنه ای هم نامه دادین؟ بله، آقای نوری. بله، جواب نگرفتین یا جوابی گرفتین؟ اصلا جوابی به من ندادن که قانع بشم. بله، حالا خانم بهشتی، الان یه چند ماهی آقای روحانی رئیس جمهور شده، شما درباره آقای روحانی هم کاری کردین؟ نامه دادین، درخواستی دادین برای رسیدگی؟ نه
نه خیلی نامه ندادم. شاید آقای نوری رئیس جمهور مردم ایران شاید یک کاری من صدای منو بشنوه، تو یک مادر پیر بشنوه، واقعا بکنی یه خودی میگن فضا بهتر شده وقتی شون اومده، شاید صدای منو بشنوه یک کاری برای من انجام بدن. ازشون خواهش میکنم، تقاضا دارم به پرونده بچه من رسیدی کنه ایشان. بله خانم بهشتی، الان به هر حال این جایی که شما الان دارین صحبت میکنین، این ویدیوش همه جا پخش خواهد شد. شما اگر حرفی دارید، پیامی دارید، صحبتی دارید، چه برای مردم یا برای مسئولین، همینجا میتونید بگید الان. من تمام از مسئولین، از سازمان ملل، حقوق بشر، از همه شون، باز یک مادر پیری توی خونه کلمتی زندگی میکنم، تنها مریضم ستار پرستار من بوده، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم دادای عادلانه و خوب برای من برپا کنم. بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم خانم بهشتی، و امیدواریم که هرچه زودتر این دادگاه عادلانه‌ای که شما میگید برگزار بشه. و خیلی هم ممنون که در این برنامه شرکت کردید. این ویدیوی این برنامه را هم ما برای آقای احمد شهید هم میفرستیم که اگر لازمه رسیدگی بکنن خانم بهشتی. اما قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، اگر میخواد یک خاطره‌ای، به هر حال سالگرد مرگ ستار بهشتی، اگه خاطره‌ای میخواد تعریف بکنید ما میشنویم. من از شما تعریف میکنم، از آقای شریفم صحبت کردم، اما ایشون هیچ کاری برای من نکردن. با آقای احمد شریف من صحبت کردم، اصلا کاری برای من انجام ندادن. بازم میگم خواهش میکنم، تمنا میکنم ایشون در رسیدی بر پرونده بچه من یک کاری بکنم. من یک مادر پیرم، یک ساله من از صبح میرم سر قبل ستار، از شب برمیگردم، شبان با عکس خون، عکس یک خونه کلمتی پر عکسه، با عکس ستار زندگی میکنم. ستار من خیلی مهربان بودم، یک کارگر ساده بودم، دستکار بودم. سختی زندگی کار مثلا بیرون انجام میدادن، هیچی برای خودشون نمیخواستن، اول برای دیگران میخواستن، یک کاری میکردن پولشون قسمت میکردن با کارگران، میگفتن مامان تو من سختی من فقط پول دارو شمایه، یعنی ما دو نفریم خرجی نداریم. خیلی مهربان و خیلی خوب بودن. میتونید پرستاری که از مریض مواظبت کنن، ایشون از من مواظبت میکردن. واقعا ستار یک قهرمان بودن به نظر یک مادر و به نظر ملت ایران بودن. شخصی زندگی کنم. الو، بله بله بفهم بفهم خانم بهشتی، از مردم شما چه انتظاری دارید؟ حرفی داریم با مردم؟ من به شما زیاد قطع بس میشه، نمیتونم چی میگیم، ببخشید. خواهش میکنم، من پرسیدم که از مردم چه انتظاری دارید؟ چطوری میتونن مردم کمکتون بکنن؟ کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن، پیامی دارین براشون؟ خواهش از مردم کمال تشکر دارم، واقعا اونام کمکم کنن که از پرونده ستار رسیدگی بشه. بله خیلی هم ممنون و متشکر. خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بودن که باشون صحبت کردیم. خانم کارگردیم، ممنونم. با در پایان میگم ستار من قهرمان بود. ستار من دنیا میدونه زیر شکنجه کشته شده، هزارون ستارا
به خصوص ستار خودم، به خصوص ستار خودم یک مادری هستم دیگه، واقعا دیگه تحملم خیلی سخت شده برای من. این داری ستار یک ساله از کشته شدن این ستار میگذره، اما عمری به مادر ستار گذشت. نمیدونی من هیچ وقت یک سال سر قبر ستار گریه نکردم، همیشه گریه ها رو تو خونه میکنم، پردار میکشم، در میبندم. ستار من خیلی مهربان بودن، خیلی به اندازه خوب بودن. ستار من اخلاق پهلوان داشتن، اخلاق پهلوانی داشتن. ستار من دنیا میدونه زیر شکنجه کشته شده. وقتی خود بازجو کننده میگه من میزدم اونشو، ستار میخندید زیر شکنجه تا وقتی تموم کرد. چرا اینا به داده به من نمیتونم میگن مرگ عمدی بوده؟ وقتی خود بازجو کننده میگه زیر شکنجه کشته شده، چرا من این میگن هر روزی نمک روی زخم یک مادر پیری داغ میده میدونن؟ ممنونم. اگه حرف دیگه هم حرف دیگه دارید ما میشنویم، اگر نکه با تون خدافزی میکنم و برنامه رو با خانم مهرنگیز کار ادامه بدیم. باز از تمام ملت، تمام دستردنکارا، تمام رئیس جمهور محبوب ایران آقای روحانی از اینجا یک مادری تقاضا میکنه، خواهش میکنه واقعا به کار پرونده بچه من رسیدگی کنن، عادلانه مجازات بشه، عادلانه عادلانه به پرونده بچه من رسیدگی کنن. یک دادگاهی عادلانه میخوام، یه دادگاه عادلانه برگزار شود بشود. من هیچ چی نمیخوام، فقط من خون بچه داد پامال نشه. همین حتما امیدواریم که به زودی این دادگاه تشکیل بشه و عادلانه هم امیدواریم که باشه. ممنونم خانم عشقی از وقتتون و دوباره ما بهتون تسلیت میگیم. و خانم کار اگه اجازه بدید من بحث و صحبتمون رو با شما ادامه بدم. حالا نکاتی رو که خانم عشقی مطرح کردم، مخصوصا در مورد مسئله تجاوز که حتی اقرار هم کرده اون ماموری که ستار رو شکنجه میداده. بله، اظهارات خانم عشقی به اندازه کافی قانع کننده بود و ایشون به نمایندگی از همه قربانیان شکنجه در مخصوصا سالهای بعد از انقلاب در اینجا مطالبی رو مطرح کردن و خیلی خوب بود. اگر که آقای جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اخوی ایشون آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و به طور کلی این خانواده که کاملا مسئولیت دارن در بسیاری از مسائلی که در ایران امروز اتفاق میفته در زمینه حقوق بشر، یک درس عبرتی بگیرن از سخنان مادر این قربانی، مخصوصا جایی که ایشون باز هم امیدش به آقای احمد شهیده و این نشون میده که یک زن عادی از ایرانیان داخل کشور که نه همدستی با امریکا رو میتونن بهش نسبت بدن، نه جاسوسی رو میتونن بهش نسبت بدن، نه غرب زدگی رو میتونن بهش نسبت بدن، با اون حجاب کامل و ایمان خالصی که داره به گونه ای حرف میزنه که مفهومش این است که مدیران
درون رژیم جمهوری اسلامی اساساً گوش شنوایی برای موارد نقض فاحش حقوق بشر ندارد. و امیدوارم البته آقای شهریاری هم که تا اونجایی که قبلاً ما میدونستیم قاضی منصفی هستند، توجه بیشتری از این به بعد نشون بدن به این پرونده. اون چه مسلمه هر چقدر مواد قانونی راجع به منع شکنجه در نظام قانونگذاری یک کشوری زیاد باشه، ولی در اون نظام قضایی قاضی مستقل نباشه، نمیشه امیدی بست به اینکه یک چنین مواردی از نقض حقوق انسانی مردم مورد رسیدگی عادلانه قرار بگیره. هرچند که این زن داغ دیده امید بسته به رسیدگی عادلانه و ما هم امیدواریم که به صورت معجزه آسا امید ایشون به جایی برسه، ولی مادام که قاضی مستقل نیست، امروز میگوید قتل عمده و بعد بر اثر به هر حال القاعات خواسته هایی که از ایشون دارند میگوید قتل غیر عمده. چرا؟ برای اینکه مستقل نیست و ممکنه با یک فقر عدم اطاعت از کسانی که بر او ریاست میکنند مسند قضاوتش رو از دست بده. طبیعتا در چنین شرایطی اون چرا که من میخوام از حالا به بعد درباره قانون بگم نمیتونه جنبه اجرایی داشته باشه، چون به هر حال قاضی غیر مستقل قادر نیست به انجام دادرسی عادلانه و رسیدن به نتیجه گیری عادلانه، و ما در این مورد اولیه‌ای نیست که شاهدش هستیم. در قطعهای زنجیری هنوز هیچ گونه احقاق حقی نشده و خانواده های عزاداران که چند روز دیگر باز سالگرد اونها هم میرسه همین شده. اما خانم کار، شما به هر حال همونجور که اشاره کردید این اولین مورد نبوده که کسی مورد شکنجه قرار میگیره از طرف مقامات مسئول، حالا زندانبان، مأمور، حالا هر کس. به هر حال دستوری داده میشه که یه نفر این کار رو انجام میده یا فکر میکنه میتونه، این توانایی رو داره که بخواد زندانی رو شکنجه بکنه و مورد آزار و اذیت قرار بده. حالا شکنجه های روحی هم هست، همونجور که شما تعریف کردید هم شکنجه جسمی هم بوده. اما فکر میکنید که علنی شدن این پرونده هایی مثل این، حالا مورد ستار بهشتی که بارها مادر و خواهر ستار بهشتی اشاره کردن به این مسئله که ما حالا به هر حال ستار این اتفاق براش افتاد، اما جلوگیری بشه از این اتفاقی که داره میفته که ظاهرا خیلی هم طبیعی هست در زندان ها، فکر کنید چقدر تاثیر میذاره؟ به هر حال ببینید، ما یک وظیفه و تکلیفی داریم. وظیفه و تکلیف ما این است که حالا که در یک فضای دیگری زندگی میکنیم و به هر حال رانده شدیم از اون فضا برای اینکه میخواستیم یک کمی فضا بازتر باشه برای حرف زدن، دست کم ما باید از این فضای باز، نسبتاً باز، به کمک اینترنت اون چرا که اطلاع پیدا میکنیم ازش اطلاع رسانی بکنیم. هرچند که نتیجهی که گرفته میشه از این اطلاع رسانی نتیجه نزدیکی نباشه، یعنی همین فردا اتفاقی نیفته، ولی اون چه مسلمه پرونده حقوق بشره حکومت جمهوری اسلامی ایران رو همین گفتگوها و همین اطلاع رسانی ها کاملا پروپیمان کرده. و در همه حال اهم از اینکه جمهوری اسلامی بتواند استمرار پیدا کنه حکومتش، یا اینکه جاشو بده به یک حکومت دیگه، حالا به هر دلیلی، یک کاستی عمده ای که باید برطرف بشه در این قضایا بحث حقوق بشره. هر جورم کنار بیاد با مسائل هسته‌ای، باز هم بحث حقوق بشر رو نمیتونه از کنارش بگذره. هرچند که تعداد اعدام‌هایی که دارن میکنن فی الواقع یک دهنکجیه به اینکه حتی مذاکرات هسته‌ای هم
اگر به نتیجه برسه ما ادامه خواهیم داد به کشتار و شکنجه و دستگیری مردم. در هر حال این یک موضوع محوریه برای مردم ایران و نه تنها کمتر از بحث هسته‌ای نیست، بلکه اهمیتش بیشتر از اون. اما برگردیم به پرونده ستار بهشتی. تا اونجایی که اطلاع داریم پزشکی قانونی درش دو تا نظریه در حال حاضر غالبه. یک اینکه ستار بهشتی زیر ضرب و شتم از بین رفته و یک اینکه زیر فشارهای روانی انقدر صدمه خورده که نتوانسته به زندگیش ادامه بده. اگر هر دو مصداق شکنجه است، هر چند که آقایون بخواهند به کمک مثلا اون جهات و ویژگی های قتل غیر عمد اون نظری رو که میگه روانی تحت فشار بوده اونو بهش بچسبن، ولی با این حال تعریف عام و جهانی که از شکنجه وجود داره یکی از مصادیقش فشارهای روحی و روانیه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که موضوع عمده بحث‌های ما در این جلسات بوده و دولت ایران اون رو صحه گذاشته و بعد هم میثاق‌هایی رو که تأمین می‌کرده و می‌کنه مواد سیگانه اون رو، اجرای مواد سیگانه اونها رو هم امضا کرده، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در ماده 5ش خیلی صریح گفته میشه که هیچ کس نباید شکنجه شود یا دستخوش رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و خار کننده قرار گیرد. البته ممنوعیت شکنجه میدونین خیلی از مهمترین اجزاء حقوق بشر هست که قاعدتا باید بدون اما و اگر اجرا بشه، نه اینکه اگر مثلا مأمور هول داد اون آدم رو و اون آدم بعد به علت این هول دادن مرد چون اون قصدی نداشته پس بنابراین این قتل غیر عمده، اینا رو نباید پذیرفت در این مورد. برای اینکه وقتی که کسی زندانی میشه دیگه ما از اون عصر عتیق دور شدیم که زندان سیاه چال بوده. در زندان هم انسان‌ها دارای یک حقوق خاص انسانی هستند که اتفاقا در قوانین ایران، در حقوق شهروندی، در آیین‌نامه ناظر بر سازمان زندان‌ها همه این حقوق در حدودی که به هر حال یک رژیم دینی ممکنه که بخواد بهش توجه کنه همه اینها رو نقل کردن. بنابراین ما از نظر قانونی کمبودی نداریم. ما مشکلمون یکی اجراست و دیگر این است که اساساً از ابتدای انقلاب اومدن تقلب کردن در بحث شکنجه، به این معنی که وقتی آقای لاجوردی رئیس زندان اوین بودن هر کسی در همون نخستین بازجویی وقتی ازش سوالی میکردن و اون پاسخی که میداد بازجو از اون پاسخ راضی نبود، قاضی دستور به تعزیر میداد. تعزیر هم تعدادی ضربات شلاق بود. تعزیر یکی از جرائم، یکی از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامیه که میزانش رو قاضی تعیین میکنه و مجازات رو آمدن اعمال کردن. در هر مرحله بازجویی اول مثلا از کسی میپرسیدن تو با کدوم دسته کار میکردی؟ فرضاً او میگفت من با هیچ سازمانی کار نمیکردم. قاضی میگفت فعلا بخوابونین 50 ضربه شلاقش بزنین به عنوان تعزیر، یعنی من دارم مجازات دروغویی میکنم و نه شکنجه. و بعد که آقای هاشمی رفسنجانی کتاب عبور از بحرانشون رو نوشتن در اونجا خاطره ای رو ذکر کردن که بله من در حضور امام بودم و به ایشون گفتم که سال هاست که در زندان های ایران دارن مردم رو تعزیر می کنن در حالی که شکنجه است، چون در حین بازجویی انجام میدن و در حالی که تعزیر مجازاته اون رو جایگزین شکنجه کردن. حالا بعد از سال ها ایشون
این روایت رو در کتابشون آوردن. پس بنابراین اساساً خلط مبحث کرده جمهوری اسلامی و از همون ابتدا کار رو با انکار موضوع شروع کرده و ادامه داده و قوانینی داره که حتی میتونن این کسانی که شکنجه‌گر هستن در این حال که قوانینی هست که اینها رو باید مجازات کند، ولی قوانینی هم هست که کمکشون میکنه که اینها از خودشون دفاع کنند و بگن که این جنایت ما عمدی نبوده. بنابراین وقتی که دو تا سیستم قضایی دینی و عرفی با همدیگه اختلاط پیدا میکنه، مخلوط میشه، همیشه دست اون زورمندان و کانون‌های قدرت سیاسی باز میشه برای در مورد مثال همین موردی هم که شما میگی، پرونده کهریزن هم دیدیم رسیدگی بهش و همینطوره. باز مرتضوی، سعید مرتضوی که جریمه‌اش چقدر بود و به هر حال مسائلی درش بود، در اون زمینه وجود داشت. اما خانم مادر ستار بنی‌شهری گفت که به آقای خامنه‌ای هم نامه نوشتن و همین خواستن که رسیدگی بشه، در رسانه ها منتشر شده بود، به مسئولان دیگر هم نامه فرستادن، اما هنوز پرونده به نتیجه نرسیده. شما فکر میکنید اصلا و خواسته خانم بهشتی هم این بود که یک دادگاه عادلانه تشکیل بشه و رسیدگی بشه به مسئله، دادگاه عادلانه حالا اگر نخواهیم خیلی منفی حرف بزنیم، چون وقتی که قاضی مستقل نیست اصلا دادگاه عادلانه بی‌معنیه، ولی حالا اون بخش منفی رو کنار بذاریم و فرض رو بر این بذاریم که آقای خامنه ای ناگهان تصمیم بگیرن که دستور بدن که به این موضوع عادلانه نگاه کنیم. یک پیش شرط هایی داره دادگاه عادلانه و رسیدگی منصفانه. پیش شرطاش اینه که بازداشت خودسرانه انجام نشده باشه. پیش شرطاش اینه که واقعا جرمی اتفاق افتاده باشه، یعنی در قوانین کشور ایران اون چرا که اون مرتکب انجام داده دقیقا جرم شناخته شده باشه. اگر جرم شناخته نشده باشه اساساً باز اون بازداشت غیر قانونی خواهد بود. در بازداشتگاه از حقوق یک بازداشتی مطابق قوانین مدرن جهان بهره مند بشه، یعنی اینکه در بازداشتگاه کسی کتکش نزنه، هر لحظه که بخواد بتونه حق دفاع به این معنی که وکیل داشته باشه، اگر پول نداره خودش اعلام بکنه که برای من وکیل بگیرین، که البته خب متاسفانه بعضی وقتا وکیلم میگیرن و اون وکلا گاهی وقتها نه همیشه همدستی میکنن با اون قاضی که مستقل نیست از ترس اینکه خودشون هم شغلشون رو از دست بدن. بنابراین این ناامنی شغلی هم دامان و گریبان قاضی رو میگیره، هم وکیل رو. حالا از اینکه بگذاریم، اساسا در مرحله تحقیقات اغلب قضات وکلا رو راه نمیدن و وقتی که راه نمیدن متهم مثل طعمه است. پس بنابراین وقتی که مثل طعمه بازجو برخورد میکنه با متهم، جایی برای رسیدگی منصفانه باقی نمیمونه، چون میگه من مطابق تفسیر مثلا ماده 18 قانون فلان من میتونم که وکیل رو راه ندم تا برسه به رسیدگی در دادگاه. خب در این حالت اساساً این متهم کاملا تنها در چنگال این هاست، در چنگال همون آقاییه که میگه من اونو میزدم و اون میخندید. این موضوعی نیست که ما بتونیم امیدواری داشته باشیم برای دادرسی منصفانش، ولی نمیخوایم هم ابراز ناامیدی بکنیم و امیدواریم حالا که یک کارگر شریف و شجاع ایرانی که اتفاقا وبلاگ نویس هم بوده تصمیم گرفته در جمهوری اسلامی ایران حرف بزنه در فضای مجازی، حتما به این خونخواهی مادر واقعا ستم دیده و مظلومش
رسیدگی بکنن و این یکی رو استثناءً تصمیم بگیرن که منصفانه دربارش قضاوت بکنن. ولی امیدواریم اینطوری بشه واقعا. اما خانم کار اگه اجازه بدید، ما به خاطر اینکه این بحث مسئله شکنجه و حق آزادی بیان به هر حال همیشه خیلی هم ساده نیستش اینکه یه نفر بره یه نفر یه کسی دیگه رو کتک بزنه یا مورد آزار و اذیت جسمی قرار بده یا آزار و اذیت های روحی کاملا مشخص و مسلم، به خاطر اینکه بحث رو یکم ملموس‌تر به اون مربوط کنیم، ما اومدیم با همکارامون یک نظرسنجی درست کردیم روی سایت بالا ویژن و همینطور بالاترین قرار دادیم و یک سری به اصطلاح سناریوهایی رو تعریف کردیم، یک موقعیت‌هایی رو خلق کردیم که کاربرا بتونن نظر بدن درباره‌اش و ببینیم که درباره‌اش چی کار میکنم. من میخوام یه مقداری به اونها بپردازیم با شما. مثلا یکی از سوالاتی که ما مطرح کرده بودیم، خواسته بودیم که به ما بگم که به نظرشون کدوم یکی از این موارد این آدم ها تحت شکنجه هستن. من یکی یکی اینها رو میخونم، میخوام با شما هم از نظر حقوقی بهش یه نگاهی داشته باشیم. مثلا یه موردی رو که تقریبا بیشترین رأی رو آورده در این نظرسنجی بوده که زندانیانی که مثلا در زندان گوانتانامو زندانی هستن، اینها اعتصاب غذا کردن، غذا نمیخورن خودشون، اما زندانبان ها و مأمور ها میان از طریق لوله تغذیه غذا که میره به معده به زور به اینها غذا میدن و جلوگیری میکنن از مرگشون. در واقع ما میخوایم نظر شما رو بپرسیم، اینکه به نظر شما این فرد، این زندانی که داره به زور بهش غذا داده میشه تحت شکنجه است؟ خب ببینید، اگر اون تعریف شکنجه رو که من ابتداعا خوندم خیلی همه جانبه بهش نگاه بکنیم، البته که تحت شکنجه هست اون زندانی، برای اینکه گفته شده که هر گونه آزار و اذیت برای گرفتن اطلاعات یا به هر دلیل دیگه‌ای که جسمن و روحن کسی رو آزار بده. در مورد اعتصاب غذا، اعتصاب غذا در زندان ها جزو ممنوعه هاست، جزو مواردی است که قدغنه، ولی در زندان هایی که زندانیان در مشقت کامل به سر میبرن و با بیرون از زندان هیچ گونه ارتباطی ندارن، راهی براشون نمیمونه جز این که توجه به این گونه جلب بکنن به وضعیت نامناسب نگهداریشون در زندان. و ما قبل از این هم داشتیم کسانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کردن و از بین رفتن، مثلا اکبر محمدی رو داشتیم همین پارسال، آقای دو سال پیش، حالا اسمشون رو یادم رفته که ایشون اعتصاب غذا کرد و به هر حال بهش نرسیدن و از بین رفت. ولی قرار نیست اگر بخوان به یک کسی که اعتصاب غذا کرده برسن برای اینکه زنده بمونه تشدید بکنن مجازات، تشدید بکنن اون وضعیت غذارسانی بهش شد. طبیعتاً میشه گفت که این هم از نوعاً مورد یکی از موارد شکنجه است که در پی شکنجه های دیگه به زندانی تحمیل میشه. یعنی زندانی اونقدر مشقت کشیده که حالا اعتصاب قضا کرده و میخواد یا توجه جلب کنه به اینکه وضعیتش بهتر بشه. حالا به جایی که وضعیتش رو بهتر کنن و بهش مثلا یه امکانات جدیدی بدن تا خودش اعتصاب غذاش رو بشکنه، به این صورت میاد باش برخورد بکنن. طبیعیست که این رو به نظر من میشه از انواع شکنجه تلقی کرد. بسیار خوب، حالا بریم سراغ اتفاق دیگه، یه سناریوی دیگه. 47% از کاربرای ما فکر میکنن که این شکنجه هست. یه موقعیتیه، حالا فرض کنیم کریم نامیه که از گشنگی و تشنگی در عذابه، حالا احتمالاً ناراحتی میده داره یا نداره، به هر حال براش سخت روزه گرفتن، روزه نیست،
اصلا شاید اعتقادی حتی نداره، ماه رمزونه و نمیتونه چیزی بخوره و از این طریق به عذاب میفته از گرسنگی و تشنگی. آیا این میتونه مصداق شکنجه باشه؟ خب ببینید، میتونه مصداق شکنجه باشه، ولی اون چیزی رو که ما در متون حقوق بشری و قانون میبینیم، معمولا این ترم شکنجه یا مجازات های سنگین ارتباط پیدا میکنه با متهمین. فرقی هم نمیکنه به نظر من، اصلا فرقی نمیکنه که متهم سیاسی باشه یا غیر سیاسی باشه. در آگاهی ایران نمیدونم جوجه کباب شدن، نمیدونم یه کار عجیب و غریبی رو نسبت به دزدای خیلی خرده پا انجام میدن، نه حتی دزدای مسلحانه، دزدایی که مثلا من یادم میاد اومده بود تو دفتر من یه دونه ماشین تایپی که اصلا سن دارم نمیارزید فرض کنین دزدیده بود، گرسنه بود، و بعد که این دزد رو پیدا کردن با من تماس گرفتن، این از بس کتکش زده بودن تو آگاهی اساسا دیگه حرف نمیتونست بزنه، صداش در نمیومد. پس بنابراین این شکنجه رو درسته که ما خیلی عمده میکنیم برای زندانیان عقیده، برای زندانیان سیاسی، برای زندانیان مطبوعاتی، به دلیل این هست که در دنیا برای متهمین سیاسی مراعات حقوقی رو در نظر گرفتن بر پایه شأن و شخصیتشون، وگرنه هر نوع شکنجه ممنوعه از نظر هم قوانین، همین قوانین ایران که ما خیلی بهش خورده میگیریم، و هم بر پایه متون جهانی حقوق بشری، یعنی ما همون آگاهی اون چه درش اتفاق میفته مصداق بارز حقوق بشره، و ما خیلی وقتا اطلاعاتی نداریم برای اینکه اطلاع رسانی نمیشه درباره اونها. پس بنابراین شکنجه موضوع عامه، اما اینکه در خیابون اون آدم، البته میتونه ناشی از سیاست‌های حکومتی باشه، یعنی حکومت اعلام کرده اگر کسی تو خیابون آب بخوره، نون بخوره، چیزی بخوره، ما میگیریمش و اون از ترس با اینکه مریضه چیزی نمیخوره. من در قاهره بودم، قاهره میدونین یک کشور با اکثریت مسلمانه، و خیلی هوا گرم بود، تابستون بود، ماه رمضان بود، من بسیار تشنه بودم، جرئت نمی کردم بگم تشنم، به راننده تاکسی گفتم آقا میشه منو ببری یه جای قایمکی به من یه لیوان آب بدی، من دارم میمیرم. گفتش که چرا قایمکی بهت یه لیوان آب بدم، الان میخوای نوشابه یخی واسه بگیرم حالا که حالت بده؟ گفتم خب مگه نمیگیرن آدمم؟ گفت نه چرا بگیرن. خب شما ببینید تفاوت سیاست‌های دینی رو با همدیگه ببینید چیه. من برام نوشابه گرفت، تو خیابون ایستادم و نوشابمو خوردم، کلی هم آجان و پلیس رد میشد، هیچ کس منو نگرفت، همه هم مسلمونن، اغلب هم روزه‌دار بودن، خود همون راننده تاکسی و خود اون فروشنده نوشابه هم روزه‌دار بود. خب اینو ما میتونیم البته شکنجه تلقی بکنیم ناشی از سیاست‌های کاملا ضد حقوق بشری یک حکومتی، ولی من لازم توضیح بدم که این فرازها و قوانینی که ما راجبش حرف میزنیم عمدتا درباره کسانی است که گرفتار زندان و دادگاه میشن. چون خانم کارمند میخوام یه چیزی رو اینجا کاملا مشخص بکنیم، چون بین صحبت ها ممکنه سوء تفاهم هایی به وجود بیاد، من میخوام کاملا مشخص بشه. با این تعریفی که شما کردید از شکنجه، تعریفی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست، بر اساس قوانین جهانی بود، درسته؟ بله. بله. بر اساس اون تعریف، حالا این که میاد تو کشورهای مختلف، حالا هر کشوری ممکنه قوانین خودش رو داشته باشه، آیا اگر موردی هست که بر اساس اون تعریف که شما ارائه دادید شکنجه است اما در اون کشور قانونه، آیا دیگه نه یک نظم حقوق بشری رو تمام اعضای سازمان ملل متحد قبول کردن، حتی منیس عضویتشون در سازمان ملل متحد. این نظم حقوق بشری ایجاب نمی کنه، اجازه نمیده
که مثلا در ماه رمضان به این صورت با مردم برخورد بشه که یه آدمی بخواد از تشنگی بمیره ولی یا باید یه پناهگاه پیدا بکنه یا اصلا پیدا نکنه، کلیه‌هاش از کار بیفته. نه، نظم حقوق بشری اون نظمی است که قوانینی رو از تصویب گذرونده باشه که اون قوانین تناسب داشته باشه با موازین جهانی حقوق بشر. به همین دلیله که دو تا از مواد همین اعلامیه جهانی حقوق بشر متذکر میشه این نظم حقوق بشری رو، فکر میکنم 27 و 28 که قبلا دربارش صحبت کردیم، و مخصوصا فکر میکنم 28 اساسا میگه برای کسی که در نظم حقوق بشری زندگی نمیکنه و حقوق انسانیش رو، شهروندیش رو اون حکومت بهش بها نمیده، تکلیفی هم در برابر اون حکومت نداره. یعنی تکلیف نداره بره سربازی، یعنی تکلیف نداره که وقتی ازش چیزی میخواد حکومت حتی مالیات بده. بنابراین خیلی بحث وسیع میشه اگر که ما بخوایم این رو زیاد موشکافی کنیم، ولی اینجا من دلم میخواد از شما خواهش کنم بریم وارد قانون قوانین ایران بشیم. ما دو تا اصل قانون اساسی داریم در این باره که میشه گفت همون اصل پنج، ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و بقیه اصول مثل 11، 12، 18، 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تا حدودی همپوشانی میکنه. مثلا اصل 38 که میگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشن. متخلف کیه؟ یا مأمور یا آمر، یعنی یا مأموری است که این کار کرده یا اونی است که دستور داده به مأمور. حالا هرچند که اون که دستور داده رئیس قوه قضاییه باشه هیچ فرقی نمیکنه. اصل 39 میگوید که حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. خب اینم که مشخص شد، پس بنابراین دارن حتی قوانین خودشون رو هم زیر پا میذارن. از طرف دیگه ماده 159 قانون مجازات اسلامی رو داریم که اخیراً از تصویب گذشته، در سال 1392 از تصویب گذشته و میگوید هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، امر غیر قانونی چی میشه؟ که بگن این مثلا زندانی رو خیلی مصطلحه که روشو کم کنی، اصلا حرف عدالتی نیست در این قوه قضاییه، میگن ما کارمون رو کم کنیه. خیلی هم صریح به ما که زندانی بودیم میگفتن، میگن ما کارمون رو کم کنی. خیلی خوب، میگن این ستار رو روشو کم کنین، روش زیاد شده. بنابراین این میشه یکی امر غیرقانونی. هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور یعنی رئیس و اونی که اجرا کرده به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند. لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و زمان تابع مقررات مربوطه است. خب این اما و اگری که گذاشته همونیه که به آقای شهریاری در جای یک قاضی غیر مستقل که امیدوارم ایشون مثل همیشه مقاومت کنه در برابر این مشکل، اجازه میده که با این اما و اگر مثل همه مواد دیگر قانونی مأمور رو نجات بده و عامر رو هم بگه که منظور عامر این نبوده مثلا. پس بنابراین هم عامر رو میتونن وقتی که غیر مستقل قاضی نجات بده و هم مأمور رو میتونه. در هر حال ما نظام قانونیمون نزدیک هست به نظام شرعی
و حتی در یک سیستم مدرن از نظر شکلی که دادگستری نوین ایران باشه و شادروان داور پایه‌گذار اون بوده، در زمان رضاشاه پهلوی یک جمعی از حقوقدانان بسیار برجسته دادگستری نوین رو با الگو برداری از کشورهای اروپایی به وجود آوردن و گفتن همه باید تحصیلگرده‌های حقوق باشن در این دادگستری. این دادگستری نوین رو ظاهرش رو نگه داشتن، یعنی شما مثل اینکه یک ظرفی رو نگه دارین، چارچوب یه ظرفی رو نگه دارین، ولی محتواش رو که محتوای بسیار خوبی بوده، این محتوا رو با محتوای بسیار بد و غیر روزآمدی پر بکنین. این اتفاق برای قوه قضاییه ایران افتاده. شما ظاهرا میگین ما تجدید نظر داریم، ما دیوان عالی کشور داریم، ما اینو داریم، ما اونو داریم، همین رو داریم، آره، ولی محتوا چیه؟ محتوا قاضی همون حاکم شرعه. به همین دلیل وقتی در مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان اومدن گفتن بابا این که نشد، آقای خامنه ای از یه طرف میگن بدترین شکنجه ها سلول انفرادیه، که خودشون هم در سلول انفرادی گویا بودن در زمان شاه، این اظهار صریح آقای خامنه ای. آمد مجلس ششم بر پایه این اظهار صریح گفت این کافی نیست که ما بگیم شکنجه ممنوعه، و بلکه لازم مصادیق شکنجه رو در قانون بیاریم. یک قانون به هر حال تدوین شد و در اون قانون ضرب و شتم، نگهداری در سلول انفرادی و خیلی کارهای دیگر رو از مصادیق شکنجه آوردن و مجلس ششم تصویبش کرد، ولی فقهای شورای نگهبان ردش کردن. چرا؟ فکر میکنین چرا؟ گفتن که قاضی در نظام اسلامی همون حاکم شرع، یعنی من نقل به مضمون میکنم نظریشون، همون حاکم شرع، اگر حاکم شرع نظرش این باشه که اون متهم در سلول انفرادی مدتی باشه، هیچ کس نمیتونه حرف روی حرف قاضی حاکم شرع بذاره. چرا؟ برای اینکه حاکم شرع مبسوط الید است، یعنی دستش بازه و حتی قانون هم نمیتونه دست حاکم شرع رو ببنده، در حالی که قانون دست قاضی رو به سهولت میبنده در یه مواردی. اینا اومدن علم قاضی رو آوردن که یک حرفیست کاملا جدا از تصمیم گیری های منصفانه. اومدن گفتن زنا بلد نیستن قضاوت کنن چون که احساساتی هست، و شما ببینید که در تمام سالهایی که زنا قاضی یعنی امضا کننده رأی نهایی نبودن، چه فجایعی در اون کشور اتفاق افتاده. زنا هم در اشتخالتی خوشبختانه نداشتن، من اینجا دیگه دیگم خوشبخت. در هر حال آمدن تزریق کردن حاکم شرع رو در ساختار دادگستری نوین ایران، و حاکم شرع هم کسی است که وقتی دلش میخواد شکنجه وارد بشه بر متهم، آقایون میگوین مبسوط الید است و قانون نمیتونه دستشو ببنده. حالا خانم کار، با این مواردی که شما گفتین، خب یه جوری آدم احساس میکنه خب دیگه از دست کسی که کاری برنمیاد، پایبند به قوانین بین‌المللی ظاهراً نیست جمهوری اسلامی، قوانینی هم که خودش داره ظاهراً دست قاضی بازه که هر کاری دلش میخواد بکنه، و یه جوری هم بعداً تبرئه میکنن هم عامل و هم عامل. اما شاید این یکی از خصوصیت های قدرت ها باشه که بخوان این کارو بکنن، یعنی بخوان که اعمال قدرت بکنن، حالا از هر طریق ممکن، و شکنجه هم شاید یکی از راحت ترین راه ها باشه. ما فکر میکنیم که شاید نه تنها ما، خیلی ها، این که وقتی آگاهی جمعی در یک زمینه بره بالا و مردم آگاه باشن در اون زمینه، شاید بتونن خیلی تاثیر بذارن بر اینکه قدرت رو محدود بکنن و قدرت نتونه به راحتی بتونه کارش رو انجام بده، حالا شکنجه بکنه، بدون محاکمه زندانی بکنه و موارد زیادی که الان در مورد
کشور خودمون ایران وجود داره، جمهوری اسلامی وجود داره، هر روز داریم خبرهاشو میشنویم و یه جوری هم شاید عادت کردیم دیگه با این اعدامایی هم که داره صورت میگیره، هر روز 10 نفر 11 نفر اعدام میشن. حالا ما با این دیدگاه اون نظرسنجی رو که با شما شروع کردیم گذاشتیم برای اینکه حساسیت عمومی بره بالا و ببینیم که واقعا مصادیق شکنجه چیا هست. اصلا بر اساس اون تعریفی که شما برای ما گفتین، اون نظرسنجی رو من میخوام با این مقدمه دوباره برگردم بهش و ازتون خواهش بکنم به دلیل اینکه وقتمون کمه کوتاه اینها رو فقط بهش اشاره بکنید که واقعا کدومش رو میتونیم به این شکنجه است بر اساس معیارهای بین‌المللی. چون معیار جمهوری اسلامی رو شما گفتین خیلی هاش ممکنه واقعا نباشه، اما اون چیزی که معیار جهانی هست. یه مورد دیگه که شاید خیلی سخت باشه دربارش حرف زدن و اون اینه که یه آدم شرور زورگیر نمیدونم ماده مخدر میفروشه و به مزاحم مردم هست توی خیابون، این آدم رو میگیرن. نمونه های اینیش هم وجود داره، فرض کنید یه شهرام نامی رو میگیرن و برای مجازاتش آفتابه میندازن گردنش، حالا با یه وضع زنجیر میبندن بهش و آفتابه میندازن گردنش، میچرخوننش تو محل. آیا این مصداق شکنجه هست یا نه؟ کاربران بالاترین 46%شون فکر میکنن که هست. خب من فکر میکردم اقلا 99%شون میگن هست. حتما هست، حتما هست، برای اینکه کرامت انسانی داره زندانی، متهم هم کرامت انسانی داره، محکوم هم کرامت انسانی داره. به همین دلیله که سازمان زندانها در هر کشوری وجود داره، مسئولین زندانها مسئولیت دارن، یعنی به تناسب اینکه دولتها تا چه اندازه زیر فشار افکار عمومیشون هستن، یعنی تا چه اندازه حکومت مردمی هست، دولت ها هم مجبور هستن پاسخگو باشن که فلان زندان مثلا چرا در چنان شرایطی بوده، چرا چنان اون زندانی که حتی مرتکب قتل شده چرا نباید از استانداردهایی که در زندان باید مراعات بشه بهره‌مند بوده. پس بنابراین این موضوع کاملا یک امر حکومتیه و به صورت مستقیم پلیس در اشتخالت داره، مأمور اجرا در اشتخالت داره، ولی هرگز مأمور اجرا جرأت نمی‌کنه بدون دستور آمر و فرمانده آفتابه به گردن شرورترین آدم‌ها توی محله بیاندازه. یعنی اصلا تردید نکنید که باید فرمانده این سربازای صفر رو که خیلی وقتا میارن از سطح کشور، اینها فقط مجریان و حالا اگه مجریان مسئولی هم نیستن، آمرشون مسئوله و آمر و مأمور هر دو قابل مجازات هستند، حتی بر پایه همین قوانین. و مجازات آمر البته که سنگین تر از مأمور اجراست. بسیار خب، پس بریم مورد بعدی. مورد بعدی اینه که یه آقایی که حالا این دیگه موردیه که اصلا قانونی هم در کار نیست، یه زندگی روزمره مردمه که خیلی هم میبینیم این برانور هم در مورد زن اتفاق میفته هم مرد. اما حالا یه آقایی که درآمدش کمتر از باجناقشه و خانومش دائما تحقیرش میکنه، همسرش دائما تحقیرش میکنه که ببین فلانی مثلا اینقدر پول داره، فلان چیزو برای خواهر من خریده و فلان کارو کرده، آیا ما میتونیم بگیم که همسر احمد داره شکنجهش میکنه؟ ببینید یه ترمای متفاوتی به وجود اومده در بحث حقوق بشر که اینجا دیگه پای دولت در کار نیست. یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم اینا همش تقصیر جمهوری اسلامیه، تقصیر آقای جواد لاریجانیه، آقای صادق لاریجانی رو که نمیتونیم بگیم. حالا اینجا مرد در خانه مورد خشونت قرار گرفته، باز قرار میگیره از در مصادیق خشونت خانگی. خشونت اما هنوز شکنجه هم هست. خب خشونت خانگی به هر حال انواعی از شکنجه از کلامی، روانی،
جسمیه، حتی محدود کردن اغلب دیگه اینجا زناست، زنا در خیلی موارد در حبس خانگی هستن بدون اینکه هیچ مقدانی راجع به حبس خانگی این زنها در ایران بتونه حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه گرفتار آقایونی میشه که میگن وظیفه داره تمکین کنه. خب همه اینا هست. حالا یه موردش متاسفانه مرد مورد خشونت خانگی، خشونت زبانی قرار میگیره، ولی برای اینکه ایشون رو یه ذره تسکین بدم باید بگم که ایشون از موارد خیلی استثنایی هستن و قاعده و اصل بر اینه که زنها مورد خشونت خانگی. بله، خشونت خانگی خب همونجور که گفتین خیلی مبحثش گسترده، جهانی هم هست. بله واقعا واقعا. و حالا در مورد زن و مرد هم اتفاق میفته و فرقی هم نمی کنه. حالا مردا هم خیلی فکر میکنن به صورت پنهان این اتفاق براش میفته. و خب حالا اما خانم کار، یه مورد دیگه ای رو که بخوام تو همین نظرسنجی بهش اشاره بکنم، ما نوشتیم که این داغ دل سربازا تازه میکنه. یه سربازی علی نامی کفششو واکس نزده، پوتینشو رفته پادگان و جریمه شده و گفتن که باید دور پادگان و دور قرارگاه رو کلاغ پر بره. آیا این شکنجه نیست؟ اینجور مجازات؟ خب البته که شکنجه است، ولی به هر حال یه دیسیپلین نظامی وجود داره. در اون دیسیپلین نظامی همواره برای حفظ اون نظام به اصطلاح سربازی یا هرچه که نامش هست در همه کشورها مقرراتی وجود داره، ولی ولی قرار نیست این مجازات اعمال بشه. یعنی انواع به هر حال هشدارها، تذکرها یا حتی تنبیهاتی که اصلا این شکل رو نداره در دنیا پیشبینی شده برای اینکه حفظ بشه اون نظامات و نظم به اصطلاح سربازی که خیلی ضروریه که حفظ بشه همه جا. اما این از مصادیق شکنجه است، معلومه که از مصادیق شکنجه است. این از اون مصادیقی است که توی آگاهی پشت درهای بسته انجام میشه، توی پادگانا از باب عبرت بقیه سربازا. یعنی همیشه شکنجه برای کسب اطلاعات اتفاق نمیفته، شکنجه های اتفاق میفته برای عبرت عمومی. این که مثلا شوهر من رو شکنجه میکنن میارنش تو تلویزیون که علیه خودش، من و تمام دوستانش حرف بزنه، این بابت یک نماد رو پیدا کردن تو اون جامعه که فکر میکنن نظیر زیاد داره و ممکنه نظائرش کنار هم قرار بگیرن و به هر حال نسبت به خیلی از مشکلات اون جامعه انتقاد بکنن. این رو از باب عبرت عمومی میاد، ولی این هم شکنجه است. هیچ فرقی نمیکنه که اصلا اون ساختگی باشه اون پرونده یا اینکه واقعی باشه اون پرونده، فرقی نمیکنه. رفتاری که میشه با اون شخص رفتاری که مصداق شکنجه رو داره، هرچند که از باب عبرت اون یا عبرت مثلا سربازا در اون پادگان اتفاق افتاده. بسیار خوب. حالا یه مورد دیگه هم که باز خیلی اتفاق میفته، هیچی از حجاب نمیگی خانم. حجاب البته دقیقاً این نکته ایه که ما البته سعی کردیم خانم کار، ما سعی کردیم که خیلی هست. دقیقاً همین که شما میگید کاملاً همینطوره. حجاب یکی از مصادیقش هست خیلی بارز و شکنجه باشه که الان سی و چند سال فرهمه خانم. خیلی کوچولو براتون میگم، تو ایران که بودم وقتی تابستون سوار تاکسی می شدم، یک اعتراض که به راننده تاکسی می کردم می گفت خانم من که جواب اعتراضتو نمی دم، چون انقدر داری تو این گرما شکنجه می شی تو این لباس
که اگه تو سر منم بزنی هیچی بد نمیگم. ببینید ببینید چقدر اتفاقا آگاهی وسیعه که اون راننده تاکسی که ممکن بود و شاید قطعا همسر خودش چادر به سر میکرد، درش میکرد من شاغل با اون همه لباس توی گرما که تازه یه چادرم باید روش مینداختم وقتی میخواستم برم تو زندان دیدن موکلم چه میکشم. پس بنابراین این اطلاع رسانی ها، این حرف زدن های با هم دیگه، حتی تو تاکسی ها، تو اتوبوس ها، تو واگن های زنانه متروها، همه اینا فایده داره به علاوه فشارهای بین المللی که حالا هرچی بخوان آقای احمد شهید رو توهین بکنن و تحقیر کنن، خب صدای مادر مظلوم و واقعا با صداقت مادر ستار بهشتی رو که نمیتونن خفه کنن. او داره اطلاع رسانی میکنه و یک ساله که من تصور میکنم او فعالترین فعال حقوق بشر در این یک سال بوده. بله خانم کارباز، ادامه بدیم صحبتمون رو، یعنی اون نظرسنجی رو. نظرسنجی این که جریمه درسی، مثلا یه شاگردی سر کلاس حرف زده، معلمش جریمهش میکنه که مثلا برو، حالا الان یه خورده شاید مدلش تغییر کرده ولی ما رو دوبار که نمیگفتم، گفتن 10 بار برو از فلان درس بنویس. حالا ما 50 بارم نوشتیم. خب حالا ولی شکنجه هست، شکنجه یه خورده دیگه تخفیف بدین. اگه بخواین خیلی پیش برین، من میگم الان شما دارین منو شکنجه میکنین. نه دیگه، با اون تعریفی که شما تعریف کردین، اون تعریف نمیگه قانون، نمیگه کجا، نمیگه توسط چه شخصی، اون تعریف کلا خیلی عمدتاً به حقوق شهروندی و دولت مرتبط میشه. اینجا دیگه مناسبات مردمه و اینکه خب حالا دو تا مشق اضافه بریم، سی بهتر از این بود که مداد لای انگشتای ما میذاشتن فشار میدادن. اون تنبیه های بدنیه که وحشتناکه و هنوزم متاسفانه در خیلی از مدارس ایران ما شنیدیم که داره اتفاق میفته. اگه راستشو بخوای اون خانم مربی پرورشی که میاد تو مدرسه به بچه ها میگه مواتون پیداست، به بچه های 7 ساله 6 ساله میگه که تو جهنم از مواتون آبیزونتون میکنن، که مثلا بچه من شب کابوس میدید و میپرید از خواب، میگفت خواب میدیدم که رفتم جهنم با مو آبیزونم کردن. خب چی بگه آدم در یک کشوری که دیگه مناسبات حتی معلم و شاگرد بعضی وقتا این شدت خشونت بار. بله اون معلم پرورشی ها که ما خاطرات زیادی داریم ازشون. خب دیگه اما خاطراتی که شما بگید. حالا خانم کارم، یه سوال دیگه پرسیده بودیم، یه مواردی رو مطرح کرده بودیم و گفته بودیم کدوم یک از نظر شما قابل قبوله و 4-5 مورد رو گفته بودیم. یکی موارد، یکی این که پخش فیلم جلسه خصوصی سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برای پرداخت رشوه در مجلس شورای اسلامی، همون داستان احمدی‌نژاد این کار کردند و اینها. یکی دیگه انتشار نام و مشخصات متهم به قتلی که فراریه و خانواده‌اش برای اینکه بتونن راحت‌تر دستگیرش بکنن. یه مورد دیگه، یه قاتل زنجیره‌ای در کنار اجساد مقتولین خود به دست مردم افتاده و جمعیت هم که خیلی عصبانی هستن دارن کتکش میزنن. مورد دیگه، رفتاری که با قذافی شد، هممون دیدیم جلو دوربین هنگام دستگیری و مرگش. یه مورد دیگه، انتشار عکسای خصوصی بازیگران در فضای مجازی. توی این 5 موردی ما گفته بودیم 69% بیش از نزدیک 70% کاربرای ما فکر میکردن پخش فیلم خصوصی سعید مرتضوی و لاریجانی در مجلس قابل قبوله. خب و از همه بدترم عکس خصوصی بازیگران در فضای مجازی، اون رو گفتن اصلا قابل قبول نیست. عکس چی؟ عکس بازیگران، انتشار عکسای خصوصی بازیگران در فضای مجازی. خب ببینید اینجا شما به من دائما تذکر بدین کم حرف بزنم، ولی این دوتا موضوع متفاوته.
یک جا حقوق مردم به موضوع ارتباط داره، یعنی حتی حقوق من و شما که خارج از کشور هستیم، حالا هر چقدر بخوان به ما فوش بدن و مرزبندی کنن و خارج از کشور، یا به هر حال حقوق همه ما در اون فیلم مطرح بوده. آقای احمدی نژاد هم به خاطر حقوق من و شما این کار نکرده، البته که در جنگ قدرت وارد این مقوله شده، اما با اینکه در جنگ قدرت وارد این مقوله شده و به هر حال شنود گذاشته و اون آدم خبر نداشته از اینکه دارن ضبط میکنن حرفاشو، ولی از نظر حقوق من و شما اون رویداد رویدادیه که من خیلی بهش ایراد نمیگیرم شخصا، چون مخصوصا ما ها که زخم خوردیم فکر میکنیم خیلی خوب اون آقای لاریجانی که در رأس اون مجلس نشستن، اون آقای لاریجانی که در رأس اون قوه قضاییه نشستن، اون آیت الله بزرگی که این آقایون همه زیر پر و بالشون هستن، اون آقای جواد لاریجانی که دشمن قسم خورده هر کس هست که اسم حقوق بشر رو در دنیا میبره، به هر حال اینا دارن ادعای فضیلت و پاکی و پرهیزکاری میکنن و اینکه اصلا علاقه هیچ وقت نداشتن که در فساد حکومتی این رژیم دخالتی داشته باشن. من صرف نظر از اینکه کی اون فیلم رو آورده و پخش کرده، اون رو فکر میکنم که نظر به اینکه نشون میده حقوق مردم چی جور در اون کشور پامال میشه، من خیلی بهش ایراد ندارم. مخصوصا ما نداریم، ما هم خانم کارشخصا نداریم، ولی اینطور سریقهی برخورد کردن نمیشه. نه نه، این بحث عمومیه، ولی اون منفعت عمومی داشته باشه، منفعت عمومی داره، منفعت عمومی مهمی داشت. و نمیگم که حالا در این جنگ قدرت ما علاقه نداشتیم آقای احمد نژاد مثلا ببره اونا ببازن، چندان فرقی برای ماها از این حیث نمیکرد فساد حکومتی، ولی منفعت عمومیش این بود که خب یه ذره همتون خودتون رو تو آینه نگاه کنید، نمیشه که مردم رو خیال کنین جاهلن و هرچی که میگین مردم بپذیرن. اما اون یه موضوع دیگه ای که گفتین، مردم ایران مخصوصا در این 34 ساله حقیقتا خشمگینن از اینکه زندگی خصوصیشون کاملا در دسترس انواع و اقسام مأمورین حکومتی، و حالا ما در جای وکیل حتی از دور مواجه هستیم با پرونده هایی که این ترتیب تعداد زیادی داره در قوه قضاییه ایران تشکیل میشه، یه فیلم رو از یه پارتی میگیرن، بعد اون دختر رو تهدید میکنن، بعد میرن پدر اون دختر رو تهدید میکنن، اون پدر رو تیغ میزنن برای اینکه اون فیلم رو از دسترس خارج بکنن، اون دختر بسیار زیر خشونت قرار میگیره. اینها اون خشم نهفته مردم ایران از مداخله حکومت در خصوصی ترین زوایای زندگیشون. من میخوام دوباره برگردیم به همون مورد اول، در مورد همین نواری که پخش شد در مورد یکی از برادرهای لاریجانی و همتون آقای مرتضوی، اون مکالماتی که داشتن بر رشوه و اینها. و حالا یه مورد دیگه هم ما این بر توی آمریکا که توی ایران البته خیلی دربارش صحبت شده، توی خبرها آورده بودن و یه جنجال جهانی ایجاد کرده، و همون شنود دولت آمریکاست. حالا از شنودش برای شهرونداش، غیر شهرونداش، کشورهای دیگه، اتفاقاتی که الان داره در این زمینه میفته اونجا چطور؟ اونجا هم شاید توجیه دولت آمریکا خیلی وقتا NSA حتی این بوده که به خاطر منفعت عمومی و برای اینکه از مثلا نقشه های تروریستا با خبر بشن، یعنی هر کسی یه توجیهی برای این کارش میاره. بله. آیا اینجا اونجایی نیست که باید نسبی برخورد نکرد؟ بله، به همین دلیله که بحث حقوق بشر بحث پیچیده‌ایه، ولی این بحث پیچیده در کشورها
متناسب با اون تعدادی که اتفاق میفته سنجیده میشه. مثلا همین رو که شما الان مطرح کردین، فرض کنین در ایران اتفاق افتاده بود، چند نفر تا حالا اعدام شده بودن؟ آیا روزنامه جرأت میکرد مطلبی بنویسه بگه این کار خوبی بوده؟ در حالی که شما الان در غرب دو نگاه میبینید به موضوع، هر دو نگاه داره منتشر میشه. خب سیستم امنیتی هم داره از خودش دفاع میکنه، یعنی سیستم امنیتی رو قرار دادن در موقعیت دفاع از خودش، یعنی از موقعیت حمله تبدیل شده، قرار گرفته به موقعیت دفاع، نرفته 100 نفر از خانواده اون آقا هر رو با دوستای سابقش و لاحقش و زن و بچهش و اینا همه رو بگیره، بعد اونای از کشور فرار بکنن، حزب برن توی اردوگاه های پناهنده ها. این اتفاق نیفتاده. این تفاوت نظام های حکومتیه که حتی اونها هم نقض حقوق بشر میکنن، شنود میذارن، ولی اون آزادی بیان که برلیان یک سلامت روانی در یک جامعه هست، اون آزادی بیان در دسترس. و الان که من با شما حرف میزنم نمیترسم که وقتی برنامه تموم شد یا همین وسط برنامه برادر رو بیان بگیرن ببرن داغونم کنن، حالا کردن که، ولی حالا بیشتر. و اینه، این تفاوت رو ما باید بهش نگاه کنیم، در این حال که میتونیم نظر خودمون رو داشته باشیم، یعنی نظر خودمون این باشه که خیلی خوب، اگه تو با یه سیستم اطلاعاتی داری کار میکنی، نسبت به اون سیستم اطلاعاتی تو هم یک وظایفی داری. وظایفت اینه که اون سیستم اطلاعاتی رو لو ندی، این میشه وظیفه، این دیگه کاری به شکنجه نداره. اما حالا اگه لو دادی و اتفاقاتی مثل اتفاقاتی که الان میبینیم، خانم مرکل معترضه، بسیاری از سران اروپا معترضند، این تعدیل میشه. یعنی سیستم امنیت امریکا که در مقام دفاع قرار گرفته، محاله که تعدیل نکنه این وضعیتو، در اینی که داره توجیهش میکنه. پس بنابراین آزادی بیان رمز سلامت روانی مردم در جامعه است که از حرف زدن درباره مسائل پیرامونیشون نمیترسن، هرچند که پس بنابراین میتونیم بگیم به هر حال محکومه چنین کاری بر اساس همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر اساس معیارهای بین المللی درباره آزادی بیان و درباره همین زندگی خصوصی و حریم خصوصی و قوانینی که وجود داره، این کار از طرف هر کسی که انجام بشه محکومه. بله، این استانداردها، این استانداردهای آرمانی وجود داره، مثل متر میمونه. شما با این متر میتونین تعیین بکنین، منتها یادتون باشه که مهمترین بخش این متر آزادی بیانه. با این متر که من و شما الان داریم توی فضای مجازی با هم حرف میزنیم و اون کسانی که دارن میشنون یا دارن تو نظرسنجی شرکت میکنن، یه نظرسنجی خانم در ایران شد، چند تا آدم شریف این نظرسنجی رو انجام دادن، بعد اعلام کردن، گفتن که مردم ایران دوست دارن که با امریکا رابطه داشته باشن، همه اونا رو به سیخ کشیدن. چندین سال پیش، فکر میکنم در زمان آقای خاتمی بود که یکی از اینا چرا همین آقای قاضیان بود که الان در آمریکاست و دیگران هم، خب دیگران بعضیشون البته هیچیشون نشد. خب نظرسنجی وقتی در یک کشوری، اصلا نظرسنجی هم ممکن نیست، مردم ایران هنوز نمیدونن این انرژی هسته‌ای به چه دردشون خورده، این میلیاردها پولی که خرج شده چه فایده‌ای برای حالای اینا داشته، برای آینده بچه هاشون و نوه هاشون داره. اینا رو وقتی که با هم نگاه کنین، اون متره رو که بذارین میبینین مهمترین بخش اون متر آزادی بیانه که حتی جلوی شکنجه رو اگرم نگیره میرسونه به حد اقل. بسیار خوب، ما آخرین سوالمون هم بریم که دیگه برنامه رو به سر جمع بکنیم. اونم این که
پرسیده بودیم با کدوم یک از محدودیت‌های زیر موافق هستید؟ چند مورد البته میتونستن انتخاب بکنن. یکی اینکه تعطیل کردن مجله‌ای که مطالب طنز در مورد قومیت‌های مختلف منتشر می‌کنه. مورد دیگه مسدود کردن سایت‌هایی با محتوای عرب ستیزی و مورد دیگه جلوگیری از انتشار کاریکاتور پیامبرا تو روزنامه‌ها. چهارمی هم اینکه مسدود کردن سایت شکار بسیجی توسط بالاترین، که این یه تجربه‌ای بود که کاربران بالاترین میدونن که بالاترین بعد از انتخابات 88 یه سایتی بود درباره اینکه عکسای بسیجی‌ها رو منتشر می‌کرد، اسمش هم بود شکار بسیجی. بالاترین در اون زمان این رو مسدود کرد به خاطر اینکه فکر کردن که تعریف دهنده خشونت و اینها. حالا دلایل دیگه‌ای هم برای این کار داشتن ولی به هر حال این سایت مسدود شد. حالا کاربران بالاترین 75% موافق این بودن که اون مجلاتی که مطالب طنز در مورد قومیت‌های مختلف منتشر می‌کنن رو باید تعطیل کرد. 48% گفته بودن سایت‌های با محتوای عرب‌ستیزی هم باید تعطیل بشن. 25% گفته بودن کاریکاتورای پیامبرا در روزنامه‌ها باید ازش جلوگیری بشه انتشارش، و 21% هم با اون کاری که بالاترین کرده بود موافق بودن که همون مسدود کردن سایت شکار بسیجی. خب ببینید، اینا همه ای که شما مطرح کردین به آزادی بیان و مطبوعات ارتباط پیدا میکنه، هم از مطبوعات چاپی یا مطبوعات در فضای مجازی و وبلاگ ها و سایت های اینترنتی. در تمام این مواردی که متذکر شدین شما، خب ما اگر که بحث آزادی بیان رو به وسط بذاریم، آزادی بیان اجازه میده که هر کس هر نقطه نظری داره در هر رسانه‌ای مطرح بکنه. ولی اگه در یک کشوری آزادی بیان رو مثلا در مورد اعراب ایرانی جنوب ایران، اگر اونجور حکومت اجازه بده استفاده بشه ازش که بر ضد اعراب بومی باشه و اجازه نده به بقیه رسانه‌ها که وارد مشکلات اعراب ایرانی بشن، اون بخش آزادی بیان رو مسدود کرده. ولی اگه هر دو نظر اجازه داشته باشن که انتشار پیدا بکنن، به نظر من یه تعادل به وجود میاد. یعنی اون اعرابی که احتمالاً انقدر ناراضی هستن از زندگیشون در خوزستان که بعضی وقتا علاقه مندی نشون میدن، بعضی وقتا البته نه همیشه، که اصلا پاره از اون کشور نباشن، و اون کسانی که یا اون صاحب نظران و تریبون هایی که جور دیگری فکر میکنن، اگر همه اینا بتونن حرفشون رو بزنن بدون اینکه سازمان های مثلا تروریستی داشته باشن، هیچ اشکالی به وجود نمیاد، فقط تعادل در اون جامعه به وجود میاد. ولی مسئله اینه که خب اصلا آزادی بیان در اون کشور مثل یک موجود از بین رفته ناتوانه. شما مثلا اهل تسنن رو ببینین، اهل تسنن ببینین چقدر مشکل دارن در ایران. آزادی بیان که سهله، نه مشاغل کلیدی رو بهشون میدن، مساجدشون رو میبندن، مدرسه هاشون رو میبندن، و خوشبختانه یک به هر حال بزرگی دارن که اون بزرگشون خیلی آدم عاقلیه و مرتباً داره سعی میکنه که بین این خشونت ها یک جوری بازی بکنه که خیلی اهل تسنن بیش از این مورد خشونت قرار نگیرند. و حالا آقای روحانی رو مخاطب قرار داده، در حال این که آقای روحانی اینقدر مخاطب قرار میگیره نشان دهنده این است که در اون کشور بیشترین موضوعی که الان مردم عادی رو میگن، نه فعالان حقوق بشر، نه فعالان سیاسی، نه وکلای دادگستری، مردم کوچه و بازار معمولی، یکی زندگی خصوصیشونه، حالا غیر از بحث‌های اقتصادی و محرومیت های اقتصادی، بیکاریه، و دیگر اینکه نمیتونن انتقاد بکنن.
حالا یا از اما فرمت خانم کارگی یه مورد دیگه تو صحبتهایی که داشته میگفتیم، خب در مورد اینکه آزادی بیان هست، هر کسی میتونه حرف بزنه نه، ولی به هر حال محدودیت های هم در زمان بله آزادی بیان وجود داره دیگه. مثلا همین مورد مسائل قومیتی، جنسیتی، اینکه شما بخواید رنگ و پوست و نژاد یه نفر رو بخواید دیگه، اونا ببینید اینا بحث دیگریه، اون نژادیه، اونا بحثای نژادیه که ممنوعه مطابق همون متون حقوق بشری. بحث مربوط سایتی هم که ما مثال زدیم، سایتی که مثلا میاد عرب ستیزه، خب عرب ستیزه و اگر که به حکومت ربط داشته باشه خب دیگه عرب ستیزیش معلومه که چیه، ولی اگر به حکومت ربط نداشت از این طرف هم عرب ایرانی میتونستن پاسخگوی اون بدون اقدامات تروریستی باشن، یعنی فقط با بیان و فقط با گرفتن مجوز روزنامه، مجله، کتاب در پاسخ به اون سایت یا هرچه هست یا روزنامه حرف بزنن. ما همه چیز رو نصف نیمه در اون کشور داریم، همین فضای اینترنتی حتما شما میدونید که به علت پول هنگفت حکومت وقتی که قیمت نفت بالا رفت از دوره اول آقای احمدی نژاد به بعد تا چه اندازه مورد سوء استفاده حکومت برای اختناق و سرکوب قرار گرفت و هنوز هم قرار میگیره و در حال حاضر بخش مهمش داره کار میکنه که نگذاره این مذاکرات ایران و امریکا به جایی برسه. بسیار خوب خانم کارمن، ممنونم از وقتی که به ما دادید. عذرخواهی میکنم همو اول برنامه خود اشکالات فنی بود، امیدوارم در دیگه مشکلی نداشته منه که نسل من با این تکنولوژی شماها آشنا نیست دیگه. ممنون به هر حال از وقتتون و همجور از شمایی که این برنامه بالا ویژن رو نگاه کردید. شما ما رو روی یوتیوب بالا ویژن هم میذارید، شما میتونید به اونجا هم ببینید، در فیسبوک بالاترین هم براتون اشتراک گذاشته میشه، در خود بالاترین کاربران بالاترین بیاین به ما رأی بدین به بالا ویژن و لینک این برنامه منتظرتون هستیم و همینطور در فیسبوک بالاترین هم این ویدیو رو قرار میدیم. ممنونم از اینکه با ما بودید خانم کار، سپاسگزار مثل همیشه همراه ما بودید با حوصله. خدا نگهدارتون و مراقب خودتون باشید. از همه